$30,000 a year like I have to pay my mortgage. مشکلات مالی منجر به خودکشی یک مهاجر 65 ساله رومانیایی شد که قریب 30 سال سابقه کار با شرکت تاکسی یلو کب را در نیویورک داشت. او نتوانست بیش از آن تحمل کند. من تا بمیرم با آن می جنگم. من آن را اینچونین ترک نخواهم کرد. حق من است. زیرا من در شهر سرمایه گذاری کردم و اکنون آنها ما را به یغما می برند. شماره تاکسی های یلو یا زرد در شهر نیویورک الا بیش از 13,000 تعیین شده است، اما کار با اوبر که با چنین محدودیت در آن مواجه نیستند از زمان آغازین روزها و از سال 2012 تا کنون بیشتر شده و تا امروز به 60,000 رسیده است. ما از دفن کردن برادران خود خسته شده ایم. این یک کابوس وحشتناک است. راننده هایی که مالک تاکسی هایشان هستند با افلاس ورشکستی و با ستونی قسط هایشان روبرو اند. رانندگان تاکسی های سبز به طور کامل کارها را رها کردند و سایر شرکت ها نیز سعی می کنند از آن فرار کنند. برداشتن چند مسافر محدود به معنی ساعت های بیشتر را سپری کردن در جاده هاست برای جمعیت مهاجر شهر که بیش از 90% همه رانندگان حرفه ای را تشکیل می دهند. این وضعیت بحران عمیق را ایجاد کرده است. پس از مصارف اجاره موتر و تیل آن هیچ چیزی برای خودتان باقی نمی ماند. شما باید 15 الی 16 ساعت کار کنید تا آنچه را به دست آورید که قبلا در 10 ساعت به دست می آوردید. من حتی تعجب میکنم که راننده های زیادتر خودکشی نمی کنند، زیرا این کسب و کار نابود شده و آسیب دیده است. امانوئل اگبای مهاجر نایجیریایی مالک مدالیان تاکسی است که مجوز مورد نیاز برای راندن تاکسی های زرد می باشد. یک بار هم در سال 2014 قیمت مدالیان به بیش از $1,000,000 رسیده بود، اما از آن زمان تا کنون یک بر پنجم برابر ارزش آن نظر به تقاضا و گزینه های مناسب تر مشتریان تنزیل یافته است. با در نظر داشت گزینه هایی که مشتریان برای پرداخت تاکسی دارند، امروز حتی مالکیت یک تاکسی به مراتب کمتر سودآور است. لیلا مهبی بزیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.